به نام خداوند بزرگ و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بی خوش آمدید. امروز سه شنبه دوم میزان 1397 خورشیدی است که مصادف می شود به 2 اکتبر 2018 میلادی. نخواست سرخط خبرها. کشف و ضبط بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر از سوی پلیس جوزجان. کشته و زخمی شدن 4 تن در اثر انفجار ماین در فاریاب و در اخیر هم بلند رفتن آمار جان باختگان در زلزله اندونزیا. مشروع خبرها با من محمود رسولی. بعد از گذشت 5 روز مبارزات انتخاباتی ولسی جرگه، حمیدالله بلوچ از سوی مقام ولایت جوزجان به حیث سرپرست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان معرفی گردید. در همین حال شماری از باشندگان و نامزدان ولسی جرگه در جوزجان خواستار برگزاری یک انتخابات شفاف هستند. بعد از گذشت 5 روز مبارزات انتخاباتی ولسی جرگه، حمیدالله بلوچ از سوی مقام ولایت جوزجان به حیث سرپرست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان معرفی گردید. عبدالقادر مالی معاون شورای ولایتی ولایت جوزجان ضمن تبریکی با آقای بلوچ خاطر نشان ساخت که اعضای شورای ولایتی ولایت جوزجان به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و عاری از تخلف از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی کند. شورای ولایتی و کلای شورای ولایتی همیشه به خاطر شفافیت انتخابات همیشه همراه شما همکار است. ما اطمینان میتیم انشاءالله هر ولایت جوزجان، هر ولسوالی یا هر قریه جاتی کار باشه کدام مشکل بود، وکلای شورای ولایتی به خدمت شما هست. در همین حال حمیدالله بلوچ که به عیس سرپرست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان به کار خود آغاز کرده گفت جلو افرادی که بخواهند در انتخابات پیش رو تخلف کند میگیرد. او در ادامه به مردم وعده سپرد که با هیچ کس معامله نخواهد کرد و در خدمت مردم خواهد بود. ما که چگونه مدیریت میتونیم بکنیم، مدیریت سالم چطور جلو متقلبین و متخلفین بگیریم، این وجیبه ای ما هست، وظیفه ای ما هست و دین ما هست. در سه آزمونی بزرگ قرار داریم. یکی خداوند ما را آزمایش میکنه و جزای خداوند جزای است که هیچ نوع عذری پذیرفته نمیشه. همه گپا را براتون قول میسپرم، در برابر ای چیز دنیا با کس معامله نمیکنم. این وعده من امروز به یاد داشته باشین. حمیدالله بلوچ در حال سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان معرفی کردید که چند روز قبل باشندگان و شماری از نامزدان ولایت جوزجان خواستار یک انتخابات عاری از تقلب شده بودند. دو تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر صبح امروز از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر جوزجان گرفتار شدند. گفته می شود که این دو تن قصد انتقال 23.5 کیلوگرم مواد مخدر را از ولایت جوزجان به ولایت فاریاب داشتند که در مسیر راه از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی شده و دستگیر شدند. دو تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس جوزجان بازداشت شد. سمنوال کمال الدین یاور، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان، با تایید این رویداد به تلویزیون بیگ گفت دو تن از قاچاقبران مواد مخدر که می‌خواستند 23.5 کیلو مواد مخدر را از ولایت جوزجان به ولسوالی دولت آباد فاریاب انتقال بدهند، در کمربند سلطان کود از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. به گفته آقای یاور، قاچاقبران مواد مخدر شکل ماهرانه مواد مخدر را به موتر تیزرفتار نوع سراچه جاسازی نموده بودند. تن مزنون قاچاقبران مواد مخدر که با یک اراده و سایت سراچه از مسیر شارای جوزجان به طرف ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در حال حرکت بود با مقدار 23.5 کیلو امریکا بس 23.5 کیلو مواد مخدر تحت نام تریاک دسکیر و به پنجه قانون سپرده شد. این در حالی است که افراد مخالفین مسلح دولت حملاتشان را در بخش‌های مختلف این ولایت گسترش داده و بر بالای پاسگاه‌های امنیتی به قصد سقوط حمله می‌کنند. یک حلقه ماین که در قریه بادغیسی ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب به خاطر ضربه زدن به نیروهای امنیتی از سوی طالبان جاسازی شده بود، در اثر انفجار آن یک طفل 8 ساله جان باخته و 3 تن دیگر از افراد ملکی زخم برداشتند.
یک حلقه ماین که به خاطر ضربه زدن به نیروهای امنیتی در قریه بادغیسی ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب به سوی طالبان جاسازی شده بود، در اثر انفجار آن 4 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنی ولایت فاریاب به تلویزیون بی گفت حوالی ساعت 5 عصر روز گذشته افراد ملکی که در حال گذشت از ساحه جاسازی شده ماین طالبان بود با ماین برخورد کردند. آقای یورش اضافه کرد در اثر این انفجار یک کودک 8 ساله جان باخته و 3 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. وضعیت زخمیان خوب گزارش داده شده است. گفته می شود که فعلا ساحه متذکره تحت تسلط طالبان می باشد. یک حلقه ماین که توسط مخالفین مسلح دولت به خاطر ضربه زدن به نیروهای امنیتی و دفاعی ولی خواجه سبزپوش شما جاسازی گردیده بود که یک طفل که 8 سال سن داشت طفل شهید می شود. مطابق 3 نفر دیگه از اینکه بین سنین 35 الی 40 ساله بوده اینا جراحت برمی دارن. گروه طالبان در رابطه با کشته و زخمی شدن افراد ملکی در فاریاب تا کنون به رسانه‌ها چیزی نگفتند. عملیاتی که در 13 ولایت کشور از سوی نیروهای امنیتی برای انداخته شده، شماری از طالبان کشته و زخمی شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت دفاع ملی کشور پخش شده آمده است، در این عملیات 66 تن از افراد مخالفین مسلح دولت کشته، 21 تن زخمی و 2 تن دیگرشان دستگیر گردیدند. در نتیجه درگیری های روز گذشته بین نیروهای امنیتی و گروه مخالفین مسلح دولت صورت گرفت، در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس و مرکز ولایت فرا 12 تن از طالبان مسلح کشته و 7 تن دیگرشان زخمی و 3 اراده موترسایکل آنان توسط نیروهای امنیتی افغان از بین برده شده است. و در ولسوالی نیرنگ ولایت کنر 3 تن از گروه های مخالفین مسلح کشته، 2 تن زخمی و مقدار از سلاح و مهماتشان تخریب گردیده است. و در ولسوالی گیروی ولایت غزنی 3 تن گروه های مخالفین مسلح دولت کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشته است. همچنان در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 1 تن کشته و در ولسوالی زرمت ولایت پکتیکا 26 تن از مخالفین مسلح دولت کشته، 3 تنشان زخمی و 2 اراده موتر مربوط به طالبان مسلح به دست نیروهای امنیتی تخریب گردیده است. در ولسوالی خاص ولایت اورزگان 10 تن از مخالفین مسلح دولت کشته، 7 تن زخمی، 9 میل سلاح، 5 حلقه ماین، 7 فیر مرمی هاوان، 59 مخفیگاه آنان تخریب شده است. و در ولسوالی نادلی ولایت هلمند 10 تن کشته و در ولسوالی خوگیانه ولایت ننگرهار 1 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده است. این بود خبرهای داخلی این ساعت. خبرهای خارجی لحظات بعد تقدیمتان می‌گردد. امدادگران در اندونزیا 834 دانشجو را از زیر آوار یک کلیسا بیرون کشیدند. به گفته مقامات اندونزیا، این دانشجویان برای شرکت در یک اردوگاه آموزشی انجیل و منطقه کوهستانی سیگی بیرومان روی سفر کرده بودند. تاکنون مقامات اندونزیایی کشته شدن بیش از 840 نفر را در این زلزله تایید کردند. امدادگران در اندونزیا 834 دانشجو را از سیر آوار کلیسا بیرون کشیدند. به گفته مقامات اندونزیایی، این دانشجویان برای شرکت در یک اردوگاه آموزشی انجیل به منطقه کوهستانی سیگی بیرومان رو سفر کرده بودند. تا اکنون مقامات اندونزیا رسما تایید کردند که بیش از 840 نفر در زمین لرزه و سونامی روز جمعه جان خود را از دست دادند. اما آمار غیر رسمی از کشته شدن بیش از 1000 تن حکایت دارد. با رسیدن امداد گران به مناطق دور افتاده ای اندونزیا، بیم آن می رود که آمار قربانیان افزایش یابد. به گزارش سازمان ملل، نزدیک به 22000 تن نیز در اثر این حادثه بی خانمان شده اند و دولت و سازمان های بین المللی می کوشد نیاز فوری آنها به غذا، آب و سرپناه را فراهم آورند. شب گذشته وقوع دو زمین لرزه خفیفتر در مناطق زلزله زده گزارش شد، اما هنوز از خسارات جانی و مالی احتمالی آنها خبری در دست نیست. مسدود شدن راههای ارتباطی به خاطر رانش زمین و فقدان تجهیزات سنگین باعث کندی در کار امداد رسانی شده و با توجه به نبود مواد غذایی، حمله و غارت فروشگاه ها در برخی مناطق روی دادند. دونالد ترامپ گفته است که خواهان تحقیقات جامعه FBI درباره اتهامات تعرض جنسی است که علیه برت کاوانا نامزد او برای عضویت در دیوان عالی مطرح شده است.
رسانه‌های آمریکایی پیشتر گزارش دادند که کاخ سفید خواهان محدود بودن تحقیقات درباره قاضی برت کاوانا است. این تحقیقات پس از آن انجام می شود که کریستین بلازی فورد هفته پیش در کمیته قضایی سنا شهادت داد، زمانی که 15 سال داشته آقای کاوانا در یک مهمانی در سال 1982 در حال مستی سعی کرده به او تعرض کند. آقای کاوانا ساعتی بعد در همان کمیسیون اتهامات وارده را با عصبانیت تکذیب کرد. خانم فورد میگوید که مارک جاج هم در زمان آن حادثه ادعای حاضر بود، اما آقای جاج هم این اتهام ها را رد می کند. هرچند کمیته قضایی سنا صلاحیت آقای کاوانا را تایید کرد، اما سناتور جف فلک از اعضای جمهوری خواه کمیته خواهان تحقیقات FBI پیش از رایگیری نهایی برای تایید او در کل سنا شد. دو سناتور میانه‌رو جمهوری خواه هم از این درخواست حمایت کردند. با توجه به این که اکثریت جمهوری خواهان در سنا کوچک است، 51 در برابر 49، رهبران این حزب در سنا مجبور شدند به این خواست تن دهند. همزمان در روز دوشنبه میچ کنل رهبر جمهوری خواهان سنا گفت که این مجلس تا پایان هفته نامزدی آقای کاوانا را برای خواهد گذاشت. انتظار می رود که FBI با قاضی کاوانا و بعضی از زنانی که او را به بدرفتاری جنسی متهم کردند، از جمله پروفسور کریستین فورد، مصاحبه کند. جامعه بهاییان بریتانیا می گوید یک دادگاه حوثی های یمن 3 شهروند بهایی را به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم کرده است. این افراد بخشی از یک گروه 24 نفره هستند که محاکمه آنها در اواسط ماه سپتامبر امسال آغاز شد. گروه عفو بین الملل پیشتر به محاکمه آن 24 یمنی بهایی اعتراض و روند محاکمه آن را ناعادلانه توصیف کرده بود. دیوان علایی نماینده جامعه بهایی در مقر سازمان ملل متحد گفت که این افراد بنابر دستاویزهای مسخره متهم شده اند. او از جامعه بین الملل خواست اقدامهای بی اساس را محکوم بکنند و خواهان آزادی همه بهاییان زندانی در یمن شوند. بهاییان می گویند حکم این 3 نفر روز گذشته توسط قاضی صادر شد که در ماه امسال یک بهایی دیگر را به اعدام محکوم کرده بود. مقامات اوسی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده اند. خبرگزاری رسمی اوسی ها از صادر حکم اعدام 3 نفر به اتهام همکاری با یک کشور خارجی خبر داده بود. بنابر آن گزارش یک مرد به اتهام تلاش برای جذب نیرو برای عربستان سعودی، دو مرد دیگر به اتهام دادن اطلاعات نظامی گناهکار شناخته شدند. گروه عفو بین الملل بیشتر به محکمه آن 24 یمنی بهایی اعتراض و روند محکمه آنان را ناعادلانه توصیف کرده بود. این بود خبرهای خارجی. این ساعت اینک توجه شما را به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار معطوف می‌داریم. این بود مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون بیک. بقیه اوقاتتان خوش.